درمان ورم معده با تغییرات در سبک زندگی. اگر مبتلا به گاستریت یا ورم معده هستید، به نکات زیر توجه کنید و در سه روش تداوی آسان را به اجرا بگذارید و بفهمید چگونه می توانید علائم را مداوا کنید. چندین تن از همراهان من در مورد ورم معده پرسیده بود که من این معلومات را تهیه کرده خدمت همه کسانی که با مشکل ورم معده دچار هستند تقدیم می نمایم. روش اول، درمان ورم معده با تغییرات در سبک زندگی. با ایجاد تغییرات در سبک زندگی واقعا می توانید در کاهش نشانه های گاستریت موثریت ببخشید. با این حال با دکترتون مشورت کرده و تداوی مناسب را همراه با تغییرات در سبک زندگی و راهکارهای خانگی داشته باشید. از خوردن غذاهای تند و پر ادویه پرهیز کنید. غذاهای تند می تواند موجب تحریک معده شده و در نتیجه علائم گاستریت را تشدید کند. در حین درمان باید از غذاهای تند و ادویه‌دار و سایر غذاهایی که موجب فشار در معده می شوند اجتناب نمایید. مثل فست فود ها و کافی. در دوره درمان ورم معده لازم است از خوردن محصولات لبنی دوری کنید. لبنیات گوارش سختی دارند. این محصولات شامل شیر، پنیر، مسکه و شیریخ می شوند. در طول روز وعده های کوچک بخورید. وعده های کوچک و مکرر بهتر از سه وعده بزرگ در طول روز هستند، چون هضمشان ساده تر بودن و در نتیجه معده کمتر فعالیت میکنند. برای راحت تر کردن فرایند گوارش و کاهش اسید های معده، غذاهای زیادی هستند که نباید به یک باره آنها را با هم ترکیب کنید. باید غذاها را آهسته بخورید تا معده مجبور نشود برای هضم و سختی کار کند. حتما بین آخرین وعده و رفتن به بستر خواب حد یکم روز و فاصله باشد، چون وقت دراز میکشید معده مجبور میشود و سختی فعالیت کند. بیشتر آب بنوشید. آب به هضم غذا کمک میکند. شما باید نیم ساعت قبل و نیم ساعت بعد از غذا یک گلاس آب بنوشید. اما هنگام غذا خوردن نباید آب بنوشید، چون آب موجب عقیق شدن مایعات گوارشی شده و فرایند هضم را بسیار کند مینماید. بعد از غذا میوه بخورید. آناناس و پاپایا به هضم غذا کمک میکند. پاپایا آنزایم هایی دارد که موجب افزایش فرایند گوارش میشود. یک تکه از میوه پاپایا را میتوانید بعد از هر وعده غذا میل کنید. روش دوم، درمان های خانگی ورم معده. به رژیم غذایی تون زنجبیل را اضافه کنید. یکی از درمان های خانگی گاستریت استفاده از زنجبیل در تغذیه است. می توانید به عنوان چای آن را بجوشانید یا به سایر غذاها اضافه کنید. گفته می شود زنجبیل برای خواص آنتی‌باکتریال و ضد التهابی بوده و بیشتر نشانه های گاستریت مانند نفت، حالت تهوع، سوء هاضمه را هدف می گیرد. آب نارگل و آب کچالو بنوشید. آب نارگل مواد معدنی و ویتامین های ضروری در فرایند التیام را تأمین می کند. آب کچالو هم خوب است. نیم ساعت قبل از هر وعده غذا نصف پیاله دو بار در روز آن را میل کنید. روش سوم، درمان نهفته ورم معده با کمک دارو. برای کاهش میزان اسید معده از تداوی دارویی استفاده کنید. دکتران متخصص معمولاً آنتی اسید های مانند ملاکس و الکوسنتز را تجویز می کنند و مهار کننده های هستامین مانند زنکی، همچنین ممکن است مهار کننده های پروتون پمپ مانند نکسیام پایدسک را برای نرمال کردن تولید اسید معده توصیه نمایند. این داروها معمولاً دو یا سه بار در روز طبق تجویز دکتر یا بر اساس دستورالعمل های تولید کننده مصرف می شوند. درمان گاستریت ناشی از عفونت هلیکوباکتر پیلوری از آنتی بیوتیک ها استفاده کنید. دکتر یک دوره آنتی بیوتیک رو تجویز خواهد کرد. این رژیم آنتی بیوتیک باید منظم باشد تا از عفونت مجدد پیشگیری شود. دو آنتی بیوتیک معمولا در درمان گاستریت ترکیبی استفاده می شوند، شامل آموکسیسیلین و تتراسیکلین است. این آنتی بیوتیک ها باکتری را نابود می کنند. آموکسیسیلین به مدت دو هفته و 750 میلی گرم یک بار در روز تجویز می شود.
تتروسیکلین 500 میلی گرم 4 بار در روز تجویز می شود. درمان گاستریت ناشی از کم خونی خطرناک. اگر بیماری شما ناشی از کم خونی خطرناک باشد، دکتر برایتان ترکیبات ویتامین B12 را تجویز می کند تا به بدنتان به میزان لازم از این ویتامین ها برسد. سپاس از همراهی شما خوبان. امیدوارم این ناشی برایتان مفید تمام شود. نظرات و پیشنهاداتتان را برایم در بخش کامنت بنویسید. روز و روزگار با شما شاد باد، صحتمند و سلامت بمانید.